سال 1331 شهر مراغه آذربایجان شرقی 4 سالم بود که از مراغه کوچ کردیم به تهران امامزاده حسن جوادیه دبستان رو دیگه در همون امامزاده حسن خیابان قزوین رفتم اول دبستان رو بعد یه جورایی شد یه خونه اجاره‌ای پیدا کردیم طرفای دردشت نارمک پدرم ما رو برد اونجا دیگه موندگار شدیم نارمک بعدم شمرانو رفتیم یه 10 سال شمرانو که بیابون بود ما وقتی رفتیم پدرم تونست اونجا 150 متر زمین بخره یه اتاق بسازه با کمک خانواده همه با هم کمک کردیم اتاق ساختیم و قبلش هم چون صابخونه عذرمون رو خواسته بود باید می‌موندیم بیرون تا این اتاق ساخته بشه چند شبی تو چادر می‌خوابیدیم پدرم کفاش بود دست روزگار و یکی از اقوام باعث شد که ایشون کفاشی رو ول کنه بیاد بره با اون آقا لوله کشی کنن به هر حال 11 سال ما تو شمرانو زندگی کردیم دوره دبستان رو تموم کردیم وارد دبیرستان شده با اون موقع 6 تا خواهر برادر بودیم بعدم یواش یواش 2 تا دیگه هم اضافه شدیم 8 تا یعنی خانواده پرجمعیت توی اتاق 9 متری مثلا کلا خب از شمرانو پیاده می اومدیم نارمک من و 2 تا خواهرام می اومدیم اونجا مدرسه یه شب اومد خونه به مادرم گفتون جعبه من کو مادر هم پرسید برای چی میخوای؟ گو میخوام دیگه گو چی شده؟ گو بیکار شدم از تمام کفاشی که یه موقع بوده اجاره بود داشت و اونجا کار میکرد و حتی نودوزی میکرد یه جعبه مونده بود براش که توش واکس و فرچه و چرتکه و سوزندخ و چکش و یه سندونه پورتابل و اینا همه این بود از فردا صبح تو پیاده رو کنار دیوار پینه‌دوزی رو شروع کرد روز از دو روزی از دو در واقع این نوع زندگی و حرفایی که پدرم میزد نصیحتهایی که میکرد توی نصیحتش مثلا شعرهایی بلد بود سواد زیادی نداشت خونه رو بعد مثلا فرض کن راستان رستن روز شمار جهد کن تا از آن شمار شوی اندر این رست رستگاری کن تا در آن رست رستگار شدی از مجموع حرفای پدرم با اتفاقایی که دور و برمون می افتاد و نوع زندگیمون انشای من خوب شده بود اینا در واقع این تشویق ها خود به خود باعث شد که خب من بهتر بنویسم و قصه هم بنویسم اونا از همین اطراف خود و محله که زندگی می کرد که خیلی قصه داشت شمرانو در نهایت مجموعه اتفاقاتی که برام افتاده بود دوره نوجوانی تا جوانی تقریبا زیر دیپلم اینا رو خرد خرد نوشته بودم مجموعه جمع کردم یه دفتر 100 برگ خریدم و این تو نوشتم 70 برگیر پر شد دو جفصه ما سینما می رفتیم ولی وسعشو نداشتیم بتونیم بریم سینما یه پول تو جیبی خیلی مختصری پدرم میتونست بده و اینو من با
با گوشت و پوستم احساس میکردم نمیتونه. من توی دبیرستان گشتم کار پیدا کردم. شنیدم که یکی از بچه ها برادر بزرگش تو زیرزمین خونهشون یه کارگاهی داره. این تلق ساعت میساخت و تلق چراغ علایالدین. این چقدر نفت داره. من از این خواهش کردم برادرت کارگر نمیخواد. مثل ما شدیم کارگر اینا یه مدته. خیلی خوب بود. یعنی مدرسه که تعطیل میشد من یه سر میمدم خونه فقط میگفتم داره میریم با بچه ها درس بخونیم. نمیگفتم میره سر کار. و میرفتیم چهار پنج ساعت از غروب و تو زیر زمین اینا تلق درست میگردیم. اینا از مرحله پایینش من شروع کردم تا رسیدم به درجات بالا. یعنی ابتدا پاکت کردن اینا بود. دو تا تلق رو توی یه پاکت بیزشتیم. بیزشتیم توی جعبه‌هایی و اینا و مثلا هر صد تا از اینا رو سه تومن به ما میدادن. سه تا یه تومنی. بعد کم کم تراش اینا رو یاد گرفتیم. تلقایی که از یه دستگاه در میمد بیرون دوربرش آجایی داشت مونده بود. اینا باید میمد روی یک دستگاه مثل تو عجیب قریب هم نبود. مثلا درلی بود که یه جوری درست کرده سرش تیغ زده بودن. یه میزد این تیغه اینه میتراشید. صافش میکرد میذاشتیم کنار بعدی رو میذاشتیم و مثلا دیگه اوستاکار شدیم بودی کم کم. و دستموزو بودم مقدار رفت بالاتر. از این طریق ما یه پولی در می آوردیم که دیگه نیازی نبود از پدرمون پول تو جیبی بگیریم. بعد جمعه میتونستیم جمع شیم بریم فیلم ببینیم. عشقمون این بود که جمعه روزی را بیفتیم بریم با بچه ها. که خب پدرم دیدم شک کرده. مثلا میگفتش که بومو دارید و میگفتم که آیا هنو هستش. یه روز دیگه موچم رو گرفت دیگه. بسید بیرم کجا داری میری چکار میکنی؟ پول کجا میری؟ نگرانم شده بود. گفتم نگران نباش. خب من خراف نمی کنیم. مثلا دیگه ها سینما بریم اینو. با سینما پول شد کجا میاری؟ من که به پول نمیدم. من بگو. این مجبورشون بهش گفتی. اینجوریه و پدرم لحظاتی فکر کرد و چشاش پر شد و گفت بیشتر از اینکه خودم ناراحت بشم چرا درآمدم جوری نیست که به همه بچه هم و همه خونه زندگی به اندازه برسن خوشحال غیرت بچه هم شدم. کارخونه این جمع شد کارگاهش و برداشت بود یه جایی مثل جاده کرش کجا که اصلا دور از دسترس ما بود. شنیدم یکی از بچه ها زهرا را میفتیم بیره جاده دماوند تهران و جاده دماوند اون بر یه کارخونه ای همین دو ساعت تعطیلی زهر و یه ساعتش رو اون موقع نهضت سواد آموزی بود چی بود؟ که اجباری شده بود توی کارخانجات کارگرا زور دو ساعت تحصیلشون میکردن که یه ساعت نیم ساعت نهاریشون بود یه ساعت باید میرفتن سر کلاس و از کلاس اول شروع میکردن الف با یاد گرفتن و اینا. این زهرا میره اونجا درس میده که پیش رفتن ببینه عبدالله تو اینجا چجوری رفتی؟ گوه من خب آخو پسرمون تو چیزه تو همین نهزت و این هاست این ها اسممو نوشت اینجا ماهی 150 تومن ما میدن. گفتم خب پیاده بخوام یا اینا چقدر طول میکشه؟ خب خیلی اون دیر میرسی نمیرسی. خب من پول ندارم دو چرخه بخرم. خب من سختم یه مقداری ولی یه دو ترکه میریم. بالاخره شدیم ترک دوم آقا عبدالله. از یه هفته بعد کارمون درست شد و رفتیم. این کار من درست شد و زهرا میرفتم درس میدادم.
یه مدت هم اونجوری کار کردیم. نمیدونم چه اتفاقی افتاد که موقتاً یعنی کلاس ها تعطیل شد و این همون بیکار شد همون. درست به این ترتیب امورات اونو میگذرم دیگه. میتونستم مثلا تو خرید لباس هم کمک کنم به پدرم. و مرتب از سینما میرفتیم دیگه. فیلم های خوب روز رو میدیدیم. سینما های خوب میرفتیم میدیدیم. فیلم های مثلا بین هو تو پای نواران. فیلم های از این دست رو می‌رفتیم، هفته لافر، چه اینا رو خوب می‌رفتیم، سینماهای خوب می‌رفتیم، می‌دیدیم. یه وقتایی هم می‌رفتیم لاله‌زار، دو فیلم با یه بلیط و سه فیلم با یه بلیط می‌دیدیم. یعنی مثلا یه فیلم فارسی می‌دیدیم، یه خارجی می‌دیدیم، یه هندی. اونتا مثلا فیلم دو ساعته، مثلا 50 دقیقه شد. نمایش می‌دادم به یه فیلم کامل، تمام زرتشت زده بودن دیگه. و با این حال علاقه داشتیم دیگه، دوست داشتیم.